معلومه سمتون با هم دیگه کجا رفتین؟ حاج فتاح سلطانی؟ عرض کردم حاج فتاح سلطانی؟ بله خودم هستم جناب علی. شما باید با من بیاید. امرتون. در رابطه با پرونده شکایتی که ازتون شده. شکایت؟ در مورد چی؟ شما با من بیاین خودتون متوجه میشین. الان؟ من امشب افطار مهمون دارم. خیلی خوب، اجازه بدیم به خانواده خبر بدم. کسی تو خونه شما نیست. باشه، از سایه خدمت میرسم. این مستعمله، سالهاست تکون نخورد از جاش. سوار شو. جناب، بنده هنوز اسم شریف استالی رو نمیدونم. وقت برای آشنایی بسیاره. حالا حالاها با هم کار داریم. خب البته این که برای بنده باعث سعادته. خدای نکرده حمله بر جسارت نباشه. بنده اصلا شما رو نمیشناسم. روحم هم از قضیه شکایت بیخبره. شاکی رو هم نمیشناسم. نمیدونم هم شما بنده رو دارید کجا میبرید. نمیدونین یا وانمود میکنین روحتون از این قضیه خبر نداره. ببینید اگه قضیه اون تصادفه که الحمدلله خودتون به همه امور آشنایید، میدونید که حداقل تو این یک مورد به خصوص بنده هیچ تقصیری نداره. به اون قضیه بعدن رسیدگی میشه. فعلا قضیه پرونده شکایت از شماست. اقلا من باید بدونم که کدوم شیر پاک خورده ای از بنده شکایت کرده یا نه. بله، گودرز رحیمی. گودرز رحیمی؟ یادتون هست یا ترجیح میدین به یادتون بیارم؟ گودرز راننده کامیون؟ الحمدلله خیلی هم دچار فراموشی نشد. خدا من باتتون بیامرزه. بابا احساسی شما رفتید سر کار. کسی که به نام گودرز رحیمی از بنده شکایت کرده یا با بنده دشمنی داشته یا با شما شوخی. گودرز رحیمی که من میشناسم و برای بنده کار کرده 6 ماهی که عمرشو داده به شما عزیزم. به هر حال شکایتیه که باید بهش رسیدگی بشه. میگم نکنه زنش شکایت کرده. اما اگه قضیه مربوط به اون پولیه که ایشون در قبل تحویل کالا باید میگرفته، بنده تمام و کمال اون پولو پرداخت کردم. من نگفتم زنش شکایت کرده. شخص شاکی خود گودرز رحیمیه. خیلی خوب، موضوع حل شد. پس شما یا بنده رو اشتباهی گرفتید یا یک کسی خودش رو به نام گودرز رحیمی جا زده.
خیالم راحت شد. موضوع نیست. به زودی وقتی با خودش روبرو شدیم همه چیز روشن میشه. با گودرز ما حاضریم. بسم الله. اینجا دیگه کجاست؟ حاجبتا از ترس یک غلط دیگه که همش تقصیر اون حشمت گور بگو شده بود همراه این بابا شده که چی بشه؟ اصلا نکنه همین خواب باشه، نکنه دوباره دارم خواب ببینم. خونه چرا خالی؟ آفاق و بچه ها کجا بودن؟ اگه خواب نیستن پس این کیه که درست شبیه همونیه که تو خواب دیدم؟ چرا امروز هر جا رفتم سر رام سبز شد؟ نکنه جن باشه؟ ببخشید، میشه حداقل بگید که ما داریم الان کجا میریم؟ شما کی هستین؟ منو دارین کجا میبرین؟ به نظر میاد ترسیده باشید جناب سلطانی. ترسیده باشم؟ مرد حسابی یک کاره بلند شد در خونه ما به بهانه اینکه یک کسی که 6 ماه پیش مرده از من شکایت داشته ما رو انداختین تو ماشین رو ده برو. من امروز کجا داریم میریم؟ اگه کلک تو کارتون نیست کو مدرکتون، کو برگه احضاریتون، کو کارت شناساییتون. شما نیم ساعت پیش تصادف نکردی؟ تصادف؟ انشاءالله دروغ که نمیخوایم بگیم. والا ما میدونیم که شما تصادف، ما تقصیر کار نبود. نمیخوایم بدونیم بعد از تصادف چه اتفاقی افتاد. بعد از تصادف چه اتفاقی افتاد؟ مگه نمیخواستی جواب سوالتو بگیری؟ بیا اینجا کجاست؟ ما اومدیم اینجا چیکار؟ حشمت
جناب میخوایی به من بگی که ما اومدیم اینجا چیکار یا نه؟ بابا آخه اینجا کدوم جهنم دره یه که یه آدمیزاد توش پیدا نمیشه؟ عجله نکن حاجی، چیزی نمونده، الان میرسیم. آقای عزیز، برادر، مرد مومن، عالی جناب، چی باید صدات کنم؟ شما که مراعات هیچی رو نمی کنی، اقلا مراعات سن و سال منو بکن. من به اندازه دو برابر تو سن دارم، میفهمی؟ دو برابر. بابا من معذوریت دارم، حالا احوالم خوب نیست، اینجا هم که تا خدا خدا می کنه راه روه تمومی نداره. عقبی بابا چجوری من بهت حرف بزنم که تو ملتفت بشی؟ بابا من معذوریت دارم، من مشکل دارم. بابا من باید دستی به آب برسونم. برم ایراد نداره، مگه ضروری نیست؟ به جان عزیزت خیلی ضروریه. بفرما آجی، دستت هم بگم. قول میدم آقا جون، به جون شما، به جون عزیز، یه وقت دلش من ازت راضی نمیشم خلاف این هست. چی نگو کنید دیگه؟ ازت راضی نمیشم. یکم طول کشید حاجی، انشاءالله قصد قال گذاشتن ما رو که نداشتیم. اختیار داری، کجا بهتر از بودن در کنار استالی، اونم یه آدم خوشمشربی مثل شما. آدم هر یه دقیقه که کنار شما باشه بعید میدونم جز به عمرش مصروف باشه. بریم کجا؟ از این طرف. اون سیماست، اونم ستاره است، اونم سامانه، اینا بچه های منه. چه اتفاقی افتاده؟ ده بابا برو کنار ببینم چی شده، شاید برای زنم اتفاقی افتاده. فایده ای نداره حاجی، تو باید با من بیای، جواب تو اونجاست. تو حرف حساب وارد نمیشه؟ من باید برم ببینم چه اتفاقی افتاده. بابا اصلا تو کی هستی؟
از جون من چی میخوای؟ چرا هر جا من میرم تو هستی؟ بیا بریم حاجی. باور کنید که برای یک پزشک هیچ لحظه سخت‌تر از این لحظه نیست. ای کاش میتونستم چیز دیگه‌ای بگم، اما متاسفانه هیچ امیدی نیست. آی دکتر، یعنی خسرو چی شده؟ اینجا چیکار می‌کنی؟ متاسفانه تست آپنه و دو بار نوار مغزی معید قطع غیر قابل بازگشت فعالیت‌های مغزیه و به تاییدیه پزشکان متخصص هم رسیده. چی میخوای بگی دکتر؟ یعنی میخوایی بگی دیگه حاجی به هوش نمیاد؟ عرض کردم مرگ مغزی یعنی اصلا امکان برگشت بیمار وجود نداره. الان هم فقط با دستگاه مصنوعی زنده نگهش داشت. آقا جان خسرو، من اینجا، من زندم. رانندش چی شد؟ متاسفانه ایشون تو همون دقایق اول فوت کرد. راننده ای که تموم کرده اون یک جمع اوضاش خیلی خرابه. زنده است اما گمون نکنم بمونه. ببین اگه نورده کمکش کن بذارمش تو ماشین ببریمش بیمارستان دیگه. شوخیت گرفته، تا کسی نیومده باید فلنگو ببریم و در بریم. در بریم؟ من که نمیگی زنده است. اگه کمکش نکنیم که اونم میمیره. اینی که من میبینم به بیمارستان نمیگی. بشین بهت میگم نمیشه که همینجوری ولش کرد. میتونی اینجا اینو برداریم بریم تو را ببینه چه بلایی سرمون اومده. اومد دوتا قتل میفته کردن من. با قتل کدومو؟ نه یه آدم کشتی محمود. عوض یکی دوتا بچ بریم. بایی که اسمش قتل نیست. اگه اون بدبختی که میگی زنده است و ول کنیم بمیره اون میشه قتل. ببین همینش هم الان مرده. اگه گیر بیفته من بدبخت که پشت فرمون بودم گیر میافتم و ببین با این خدا بیا برد میرم قاطی اموات میشه. با پاشو بریم. بی خیال شو بذار حداقل این یکی رو نجات بدیم. بی خیال شو مامون. بی خیال شو. بی خیال میشم. ببینم تو گردن میگیر که پشت تو گردن میگیر که پشت فرمون بودی. آره نه دیگه، نه دیگه، نه. من زن و بچه دارم، هیچ کی هم به دادشون نمیرسه. اگه افتادم تو زندان من رفتم. خدافظ. پاشو بابا نموت. اونم مردن. پاشو بابا جون. پاشو. مهتاب، عمه جان، اون کاسه شل زرد بده به من. شما زحمت اینو بکش، ظرف بعدی رو من میارم. مهتاب جان، خسرو دیر نکرده؟ والا چه عرض کنم حاج خانم، شما که باید پسرتو بهتر از من بشناسی. منوچهر زنگ زد گفت 5 دقیقه دیگه میرسه خدمتتون. فتو هم دیر کرده. مهتاب جان، مادر یه زنگ بزن به حاج بابات کجا مونده. شوهر خوب یعنی این؟ تا اسمشو آوردی زنگ زد. میبینی ماما خانوم؟ بله بفرمی. بله من نوشون هستم. بله. اینجا چه خبره؟ من دارم خواب میبینم؟ نه حاج فتا،
تازه بیدار شدی. سرمه هست خسرو بابا من زنده هم. اینا دارن اشتباه میکنن. سرمه هست آفاق سیما منو ببینین بابا من طوری نشده که خسرو دارم بهت میگم من زنده هم. فایده ای نداره. چرا فایده نداره؟ اینا همه خیال میکنن من مردم. کاری که میخوای بکنی غیر ممکنه. خسرو خسرو بهت که گفتم حاجی فایده ای نداره. خسرو خیلی دیر شده اینا نمیتونن تو رو ببینن. نکنه تو ملک الموتی اومدی منو قبضه رو کنی؟ نه. پس تو کی هستی؟ فکر کردم تو حالا فهمیدی. نمیخوای بگی که از ملائکه‌ای؟ تو هم نمیخوای بگی که به وجود ملائکه ایمان نداری. در چند قدمی مرگ تو جبرئیل نیستی؟ مگه تو از اولیا و مقربینی که انتظار داری فرشته وحی رو ببینی؟ ما برای خودمون کسی هستی؟ واقعا تو کی هستی؟ کسی که از بدو تولد با تو بوده. من اینجام تا بهت کمک کنم حاجی. یادت که نرفته ازت شکایت شده. شکایت شده؟ چه شکایتی؟ به همین زودی گودرز رحیمی رو یادت رفت؟ چرا اومد از من شکایت کرده باشه؟ من چه بدی کردم در حق اون؟ جز این که وقتی که مرد با اینکه یک کامیون از جنسای منو نابود کرد، دست زن بچه‌شو گرفتم که تو مزیق نباشن. اینجا نمیشه یه طرفه به قاضی رفت حاجی. بعد حرفای اونم بشنوی. خیلی خوب ببینید آقای، نمیدونم چی باید داتون بکنم. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است. ما رو با هم رو در رو کنیم ببینم حرف حسابش چیه. مرگ تو هنوز کامل نشده. تو نمیتونی اونجایی که اون هست وارد بشی. یعنی من هنوز نمردم؟ یعنی امید برگشتن وجود داره؟ خب اینو از اول بگو آخه الهی که من قربون اون کلام الهیت برم. تو که بدتر از ملک الموت منو قبض روح کردی که. زبون نریز حاجی، وسط دعوام نرخ تعیین نکن. چشم. من گفتم تو نمیتونی اونو ببینی. برای دیدن اون باید بری به برزخ. برزخ؟
مگه اینجا برزخ نیست؟ این تنها راهیه که داری. تازه رفتن به اونجا به این سادگی ها نیست. باید بهاشو بپردازی. خیلی خوب. اگه میگی چاره ای نیست که لابود نیست، من بهاش هر چقدر هست میپردازم. هر چقدر هست میپردازم. تو مثل که متوجه نیستی حاجی. الان دیگه حتی نفس کشیدنت هم دست خودت نیست، چه برسه اموالت. دومن دیگه اینجا اموالت به هیچ دردید نمیخوره. اینجا نمیتونی به کسی رشوه بدی و کسی رو بخری. بابا کی خواست رشوه بده؟ شما گفتی باید بهاشو بپردازی، بندم گفتم سمعن و طاعتن روی چشم پردازن. هر چقدر دست بیار بهاشو باید از اندوخته‌ای که واسه آخرتت ذخیره کردی بپردازی. رفتن به برزخ با یکی از اعمال صالحت. بابا این که مسئله نیستش که ما کلی خیرات ما برات بدیم تو زندگیم. شما که الحمدلله جیکوپی که ما رو میدونی، از کوچیکیمون میشناسی تا الان. هر چی از دست خودت ریشو قیچی دست خودت، هر کاری میخوای بکن، هر چی میخوای بگو. آره من از همه اعمال خیرت خبر دارم حاجی. میدونم بانی خیر بودی، میدونم به چه کسایی کمک کردی، میدونم چند سالیه داری خرج مداوای برادر زن صادق رو هم میدی. در واقع به خاطر همین اعمالت خیلی از گناهات پاک شدن. ولی باید ببینیم دیگه چه عمل خیری تو کوله بارت باقی مونده. از شما درد نکنه. یعنی اون همه حسنات همش رفت پای صیاد؟ تازه یر به یر شدیم ما. بابا خیلی سخت میگیریم. فعلا چک و چونه زدن رو بذار کنار، فکر کن ببین چه عمل خیری انجام دادی که بتونه بهای رفتنت به برزخ باشه. حالا ما تا اونجایی که یادمون همیشه دستمون به خیر بوده، سعی کردیم کسی که مستمنه دستشو بگیریم. خیلی خوب باشه، یکی از اون اعمالتو بگو. حالا یکی شمی چند وقت پیش بود یه خانواده نداری اومدن پیش ما، برای دخترشون جهاز میخواستن. ما نصف جهازشون تقبل کرد. خوبه حاجی؟ بله. فقط عملی که در راه خدا بوده. تو مطمئنی این کارت فقط در راه خدا بوده؟ یا اینکه دوست داشتی مردم بگن حاش فتاح چه مرد خوبیه؟ حالا راستشو بخوای هر دوش. بالاخره آدمی زاده دیگه، دلش میخواد یه جایی دیده بشه. ولی اون دخترم بالاخره سر و سامون گرفت دیگه. اینی که شما نمیتونی منکرش بشی. فقط در راه رضای خدا حاجی. حاجی جان میدونم نزدیک عید سرتون حسابی شلوغه، اما از اونجا که راستیتش میشناسمتون میدونم تو کارهای خیری اینی که مصدق اوقاتتون شدم. اختیار داری، اختیار داری، هر امری فرمایش باشه، شما در خدمتیم. حقیقتا قضیه مربوط به اکبر آقاست، میشناسیدش که؟ بله بله. بنده خدا گرفتار شده، بدهی بالا آورده، طلبکارم ورکنش نیستن، گرفتن انداختنش رو زندون، هیچ رقم رضایت نمیدن. اینی که فکر کردیم که اگه بشه گلریزونی را بندازیم، دوره برش بگیریم، شاید بتونیم کمکی براش بکنیم. شما که هستی آقا انشالله. البته البته. خب گیر و گرفتاریش چقدر هست؟ حدود 4 تومانی میشه که به یاری خدا و کمک شما دوستان انشالله بتونیم جمعش کنیم، شب عیدی بنده خدا بیاد به سر خونه زندگیش. اگه گیرش همین 4 میلیونه من همش تقبل میکنم. جدی میگی آقا همشو؟ گلریزون هم نمیخواد. فقط یه شرط داره، موضوع بمونه بین خودم و خودت، کسی هم مطلع نشه. خدا خیرتون بده. ثواب بزرگی برد، ثواب بزرگی برد، ثواب بزرگی برد. بس که داری لبخند میزنی که، این که دیگه مرز رضای خدا بود. واقعا حاجی اون گلریزون میتونست خیلی های دیگرم تو این کار خیر شریک کنه، تو نذاشتی. نه فقط به خاطر رضایت خدا، بیشتر به خاطر اینکه میخواستی خودتو جلوی حاج ابراهیم بهتر از اون چیزی که راجبت فکر میکرد نشون بدی. در واقع تو همون دقیقه پاداش نیتی که داشتی رو گرفتی. وقتی حاج ابراهیم از اون در رفت بیرون، یه جوری دیگه ای راجبتو فکر میکرد، کلی به عزت و اعتبار جلوی اون افسوده شد. اما حاجی از اون کار خیرت واسه امروزت هیچی باقی نمونده. خیلی خوب، من الان 3 ساله که سرپرستی یک مددجوی رو قبول کردم که تحت پوشش یک بنیاد خیریه است. احدی از این موضوع خبردار نیست.
حتی مسئولین اونجا قیافه منم ندیدن. این برای اولین باری که دارم میگم. البته اگه ریا نباشه این یکی مورد قبوله. نه این یکی قبوله. چه عجب، بالاخره مقبول افتاد. این از نامه اعمال خیرت کسر میشه، در عوض من تو رو به برزخ میبرم. فتا یادت باشه اونجا فرصت کمه، باید از حد اکثر زمانت استفاده کنی. این رو هم بدون، این سفر برات سفر آسونی نخواهد. قفلایی که بسست یکی مونده تو مشتم به جنون رسیده کارم از که فرصت ها رو کشتم. بازی نور و صدا نیست، زندگی یه سر نوشته، یکی پیدا یکی پنهون مثل آدم و فرشته. اسیر انتخابیم، خودمون خواستیم و این شد. فاصله فقط یه لحظه است، فاصله فقط یه نور، گاهی از رنگ به تو نزدیک، گاهی از تو خیلی دوره. عزیز آنم میل مهربونی دارم، رد پاش رد فرشت ما رو تنها نمیذاره، ما رو تنها نمیذاره.